بکنیم میشه 4,752,000 ریال. لذا ما به صورت استاندارد این مبالغ رو داریم، این مقدار در دفترمون به صورت بدهکار و استاندارد ثبت میشه. این استانداردها از اینجا اومدن، نرخ‌های استاندارد، میزان خرید واقعیمون. انحرافی که داشتیم، انحراف ماده کیمون، انحراف مساعده، انحراف ماده المون نامساعده. چون نامساعده یعنی بار هزینه‌ای داره، ماهیت هزینه‌ای داره، باید بدهکار بشه. اون یکی که مساعد هستش بار درآمدی داره و بستانکار میشه، لذا انحراف نرخ ماده ال بدهکار میشه و در مقابل انحراف نرخ ماده کی بستانکار میشه و بانکمون 4,770,000 بستانکار میشه و حساب‌های پرداختنیمون 3,850,000 ریال دوباره بستانکار میشه. به دلیل اینکه ما اصطلاحا ماده کیمون رو به صورت غیر نقدی خریداری کردیم و ماده المون رو به صورت نقدی خریداری کردیم، لذا به صورت بانک و حساب‌های پرداختنی ثبت میشه. حالا بریم در مرحله مصرف موادمون ببینیم چه انحرافاتی وجود داره. در مرحله مصرف موادمون ما میایم میگیم که استاندارد مصرفمون برای تولید یک واحد از کالای جی به ترتیب 4 و 1 برای کی و 3 و 2 برای ال هستش. پس ما تولید کلمون 5600 واحد بود که برای 5600 واحد برای هر کدومش 4.1 کیلوگرم از کی رو استفاده کردیم، 22960. 3.2 کیلوگرم از ال استفاده کردیم، 17920. اگه با هم دیگه اصطلاحاً اینها رو در فرمولمون جایگذاری بکنیم، ببینید مصرف واقعی منهای مصرف استاندارد ضرب در نرخ استاندارد. برای ال دوباره مصرف واقعی منهای مصرف استاندارد ضرب در نرخ استاندارد که اعداد مساعد و نامساعد رو به ما میدن که برای کی نامساعد هستش و برای ال مساعد هستش. اگر ما بخوایم کل انحراف ها رو محاسبه بکنیم، ما میایم با همدیگه جمعشون میکنیم، اون انحراف ها رو، انحراف مثبت و انحراف منفی با همدیگه جمع میشن، انحراف مساعد و نامساعد. در حالت کلی یک انحراف مساعد 211,980 ریالی رو به ما میدن. اگر ما بخوایم این انحراف ها رو و این موارد رو ثبت بکنیم، میگیم که ما کار در جریانمون به شکل دقیقا مقدار مصرف استانداردمون که به دست آوردیم ضرب در نرخ استانداردی که وجود داشتن با همدیگه 8,289,680 میشه. دوباره ما یک انحراف مصرف ماده کی داریم 83,700 که این انحراف به دلیل مثبت بودن یک انحراف نامساعد هستش و بار هزینه ای داره، در قسمت بدهکار ثبت میشه. انحراف مصرف ماده ال 295,680 که در فرایند بستانکار ثبت میشه و کنترل موادمون دوباره بر اساس میزان مشخص خودشون که 23500 از قرار استاندارد 155 که خریداری شده و 16800 از قرار 264 ریال استانداردی که خریداری شده در کنترل موادمون ثبت میشه. حالا بریم در فرایند خرید اصطلاحا مواد اولیه‌مون از روش دوگانه استفاده بکنیم و انحراف هامون رو محاسبه بکنیم. در مرحله خرید مواد به روش دوگانه انحرافی وجود نداره، همون جوری که قبلا هم صحبت شده، چون در روش دوگانه ما زمانی که خریدمون رو انجام میدیم با همون قیمت خرید یا همون صورت حساب فروشنده در دفاترمون ثبت میکنیم، بعد زمانی که کالامون یا مواد اولیه‌مون از انبار مواد اولیه داره به سمت خط تولید پیش میره و انتقال پیدا میکنه، اون زمان انحرافامون رو محاسبه میکنیم. انحراف های نرخ مواد در حالت مصرف شده به چه میزان